با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و اینجا دارید منظره یک جای بسیار زیبا رو میبینید که مالی که دوستانه اومده اینجا در اینجا موندیم. اولین بار سال هاست میخواستیم بیان ببینیم و بالاخره موقعیت شد و بیان نگاه کنیم. برای دوستانی که میگن آقا چرا همش تو ماشین فیلم میگیریم، ماشین صدا رو کنترل میشه که تصویر معمولا خوب در میاد و من تو خونه هم کلن نمیگیرم به خاطر مسئله ایمنی. سال هاست در خونه هیچ وقت ویدیو نگرفتم. اگر اون چیزی هم که میبینید به نظر تو خونه میاد در جاهای دیگه است، در خونه من نیست. که دوستانم چند پیش گفتید آقا لطفاً محل فیلم برداری ها رو بگید در کجاست، من میخوام وقتی بیام امریکا بیام اونجا رو ببینم. من متاسفانه آدرس جایی رو نمیتونم بدم و ویدیوها در جای مختلف برداشته میشه. این ور اون ور میرم پارک میکنم و در یک جا نمیگیرم، در خونه نمیگیرم. یه نصف در کوچیک ایمنیه که یه آدم باید حداقل رعایت کنه. این بار میخوام راجع به یه چیز خیلی جالب براتون صحبت کنم. در هواپیمای مسافربری که شما میرید سوار میشید و میرید، یه چند تا سرعت هست که خلبان باید رعایت بکنه. این سرعت ها سرعت هاییست که یه تصمیم گیری باید بشه راجع بهش. یکی از این سرعت ها به نام V1 چیز حالا فارسی ما خود میگیم V1، این سرعتیست که دیگه هواپیما به اون حد که میرسه اونجا دیگه آخرین تصمیم خلبانه که اگه بخواد بلند نشه همونجا دیگه باید موتورها رو ببنده شروع کنه ترمز کردن. یعنی قبلا محاسبه کرده که این طول این باند چقدره، وزن هواپیما چقدره و قدرت موتور همه اینا چقدره، تا کجا اگه بره هنوز وقت داره که با چه سرعتی برسه به کجا برسه، هنوز وقت داره ترمز بکنه و هواپیما رو تا تایبان نگه داره. وقتی که V1 اعلام میشه و از اونجا شما میگذرید میره برای مرحله بعدی، یعنی دیگه آش کشک خالص باید بلند شید از زمین. یعنی دیگه هر چی هم ترمز کنید تا آخر بار نمیتونید جمعش کنید به قول معروف و هواپیما بلند خواهد شد. این انقلاب مهسا امینی که ما الان داریم، اگه بخواید بگید همچین هواپیمای مقایسهش بکنم، کاملا قابل مقایسه است. مسافرها همه نشستن، همون انقلابیون هستن. در جمع مسافران چند نفر خلبان هم وجود داره، ولی پشت هواپیما هیچ کسی ننشسته. یه نفر اومده حالا رو اتوپایلت اینو گذاشته. هواپیماها میتونن در فرودگاه‌های مدرن با اتوپایلت هم از زمین بلند شن، میتونن بشینن، اصلا خود خلبان رو هم لازم ندارن. ولی خب خلبان همیشه برای احتیاط هست که اگر یه موقع هواپیما خواسته موقع برق‌قلقی بکنه، خلبان بتونه اون کاری که باید انجام بده انجام بده. ما الان نشستیم تو این هواپیما و این هواپیما به نظر من از اون سرعت V1 گذشته، یعنی دیگه قراره تیک آف کنه. الان دیگه نمیشه جلوشو گرفت. الان بخوای جلوشو بگیرید میره میزنه به در و دیوار رو میخوره یعنی سقوط خواهد کرد عملا و همه به احتمال زیاد کشته خواهند شد یا تعداد زیادی کشته خواهند شد. پس ما الان رسیدیم به اون مرحله تصمیم گیری که باید تصمیم بگیریم که خب میخوایم واقعا از زمین بلند شیم یا نه. ولی این تصمیم رو گرفتیم، مدتی ازش گذشته، الان دیگه باید بلند شیم. بنابراین اگر کسی هست که الان هنوز داره فکر میکنه که میشه انقلاب رو نکرد، یه کاری کرد مثلا همینطوری دیگه کوتاه بیاییم و همینقدر که روسری انتخابی باشه و نمیدونم فلان، بسه. این متاسفانه این دیگه انجام شدنی نیست. ما الان دیگه از اون صورت V1 گذشتیم، هواپیما دیگه داره بلند میشه. حالا اون چند نفر هم که گواهنامه خلبانی دارن نشستن جزو مسافرها، اگه لطف بکنم بیان بشنم پشت هواپیما که خب بهتر، نخواستن هم این هواپیما بلند میشه با خود هم اتوپایلتی که داره. و الان شما فکر کنید که این در این مرحله هستیم که اگه این انقلاب بخواد معکوس بشه، دیگه عکس همه اینایی که رفتن تو تظاهرات و غیره و زالک تو دست مامورای امنیتی هست، اگه اوضاع آروم بشه اینا تا 10 سال دیگه هر وقت دلشون بخواد وقت دارن که همه این افراد بیان دستگیر کنن، دونه دونه شکنجه کنن، تجاوز کنن، کارهایی که همیشه میکنن. بنابراین نباید این فرصت رو بهشون داد، نباید گذاشت که این هواپیما صعود کنه. این هواپیما دیگه باید بلند شه، به هر قیمتی هست، به هر چیزی هست باید بلند شه، چاره دیگه ای نداره. چون بخواد بلند نشه همونطور که بهتون گفتم تصادف میکنه و تصادف بدی میکنه
و تعداد زیادی کشته خواهند شد. اینه که من تفسیرم آدمون چون از اونجایی که ما یه ذره خلبان هستیم، تفسیر ما مثلا چیزی مثل خلبان هست، مکانیکی از دید خودش مکانیکی توجیه میکنه، اون یکی دکتره از راه بیمارستان اونجوری توجیه میکنه، ما توجیه ما خلبانی که آقا جون این هواما داره بلند میشه دیگه، هم نمیشه ترمز کرد، از اون چیز لازم گذشته و ترمز کردن همانا و تصادف روی زمین همان. این از این و به جز این خوب و خوش باشی. حتی یه چیز یادم رفت، توپ تانک پش پشه. نمیدونم دوست دارید همیشه همین خداحافظی رو اینجوری بکنم یا شعارهای مختلف با قالی پلو با گردن نمیدونم این چیزای دیگرم بگم، هر چی دوست داریم با هم بگیم، همون کارو خواهم کرد.